این روزا تو اینستاگرام که میچرخی میبینی کاربرا به دو دسته تقسیم شدن. یه عده دارن عکسی که جیمز وب ثبت کرده رو تو استوریاشون اد میکنن و در موردش نظر کارشناسانه میدن. یه عده دیگه ای هم فقط دارن غور میزنن به جون الگوریتم اینستاگرام که گیر داده به کپی رایت های موزیکا و ویدیوهایی که قبلا حتی شما پستشون کردید یا جدیدن دارید استوری رو پست میکنید و دائما داره حذفشون میکنه. سلام، من عرفان هستم، تولید کننده محتوا. خوش اومدید به کانال یوتیوب و البته پیج اینستاگرام من. این روزها خیلی میشنوید در مورد کپی رایت اینستاگرام و الگوریتم تقویت شده فیسبوک که به شدت کاربرا رو داره اذیت میکنه، مخصوصا ایرانی ها رو، و خیلی هم در مورد تولید محتوا کردن. تصمیم گرفتم که من هم در موردش یه ویدیو بسازم و راه حل پیشنهادی خودم رو هم به شما بگم، شاید برای شما هم جواب داد. موضوع مهم و غیر قابل انکار اینه که وضعیت فعلا همینه و احتمالاً هم قرار نیست بهتر بشه و تازه الان اینستاگرام شده یه چیزی شبیه به یوتیوب، البته هنوزم با فشار کمتر. اما حالا با این وضعیت موجود چیکارا میتونیم بکنیم؟ به طور کلی دو سه تا راه حل بیشتر جلو پای ما نیست. یکی این که کلاً از موزیک‌های کپی رایت دار استفاده نکنیم، که خب این سخت‌ترین راهشه، اکثرا دوست دارن استفاده بکنن. از کتابخونه‌های مختلف مثل یوتیوب آودیو لایبرری یا ساوند کالکشن فیسبوک استفاده بکنین. من لینک یکی دو تاشون رو توی دیسکریپشن و کپشن نوشتم. این از این. راه دوم اینه که ما بریم و در اصل اون هنرمند رو منشنش بکنیم و توضیحات در موردش بنویسیم و بگیم که آقا ما حق کپی رایت این آهنگو نمی‌خوایم، مال خودش و فلان و اینا، که برای کاربرای ایرانی عموما در دسترس نیست و تقریبا میشه گفت تو 50% مواقع جواب نمیده. و راه حل سوم اینه که آهنگمون رو دستکاری بکنیم، که راهی که میخوام به شما بگم توی این دقیقا مرحله است. خب راه حل‌های مختلفی رو تا الان گفتن، آهنگو بیایید سرعتش رو زیاد کنید، نمیدونم میکسش کنید، فلان کنید، بیسار کنید، یا برید یه نسخه ریمیکس ازش دانلود بکنید و اینجور چیزا. راه حلی که من میخوام بهتون بگم میتونه تا 70-80% تقریبا بهتون کمک بکنه. همین چند روز پیش خودم استوری گذاشتم، حواسم به موزیک نبود، کپی رایت خورد، اومدم و با این ترفند یه جورایی دورش زدم و تونستم استوریمو بذارم. بریم اسکرین ریکورد رو روشن بکنیم تا توی گوشی بهتون بگم چه خبره. اپلیکیشنی که ما برای انجام دادن این ترفندمون بهش نیاز داریم اپلیکیشن اینشات هستش، که اکثرا روی گوشیتون برای ادیت ویدیو و عکس نصب دارید. اگر ندارید میتونید از پلی استور یا کافه بازار و استورهای دیگه یا حتی خود گوگل دانلودش بکنید. اپلیکیشنی که دانلود کردید واردش میشید، ویدیو یا عکستون رو ایمپورت میکنید. من قبلا این کارو کردم و حالا میریم توی بخش میوزیک، قراره بهش آهنگ اضافه بکنیم. من از قبل یه آهنگ ایرانی از بابک جهانبخش، هوای من رو در واقع گذاشتم اینجا، ایمپورت کردم و حالا خب من قطعا اگر که آهنگو پلی بکنم ممکنه که برای یوتیوب دست کپی رایت بخوره. سعی میکنم که تا جایی که بتونم آهنگ رو پلی نکنم، حالا شاید از اینستاگرام در بریم ولی تو یوتیوب نمیشه زیاد در رفت. کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که روی آهنگمون دو تا کار بکنیم برای اینکه تست بکنیم و کپی رایت رو دور بزنیم. یکی این که گزینه لیر آهنگ رو انتخاب میکنیم، میایم اینجا، اینشات جدیدن تو آپدیت های جدیدش یا ابزار جدیدی اضافه کرده به نام وایس افکت. خیلی ابزار جذاب و خفنیه، بعدا تو آموزش های کامل اینشات در موردش توضیح میدم. وایس افکت میاد و یک افکت صوتی مثل صدای بچه، صدای مرد، صدای زن، صدای رباتیک، صدای آدم فضایی، صدای پشت تلفن و اینجور چیزها به آهنگ اضافه میکنه. این وایس افکت رو ما میتونیم یکیش که تقریبا نزدیکتر به آهنگمون، یعنی زیاد تغییر نمیده تو آهنگ، رو انتخاب بکنیم و روی آهنگ قرار بدیم. مثلا حالا میگم من الان صدای آهنگو بستم، مثلا من صدای مردونه رو اضافه میکنم و این وایس افکت اومده اعمال شده روی آهنگ من. این میتونه بیشتر به درد آهنگهای خارجی و یا آهنگهای بی کلام بخوره که زیاد وکالی توشون وجود نداره، خیلی میتونه تاثیر بذاره. من با همین روش دو سه تا استوری گذاشتم و کاملا کپی رایت اینستاگرام رو دور زدم. یکی این مورد، حتما تستش بکنید، اگر براتون جواب داد توی کامنت ها برام بنویسید. نکته دوم یا راه حل دوم، حالا همین آهنگ یا مثلا یه آهنگ دیگه فرقی نمیکنه، آهنگو اضافه میکنید، میاید یه ذره جلوتر، دقت بکنید تو فاصله بین 0 تا 8 ثانیه باشه، بیشتر باشه دوباره کپی رایت یقتون رو میگیره. من میام مثلا رو ثانیه 6 اینجا یه اسپلیت کوچیک میزنم، گزینه اسپلیت، یه ذره میرم جلو، میتونم تایملاینمو با دو تا دست زوم بکنم، یه ذره میرم جلو در حد مثلا یکی دو فریم، حالا رو آهنگ دیگه فریم خیلی نداره، میام یه ذره میام جلو، دوباره اسپلیت رو میزنم، اینجا رو نگاه کنید، یه ذره دیگه که اسپلیت فعال بشه، اسپلیت رو میزنم، این وسطیه رو پاک میکنم.
دیلیت میکنم، اینو میام میچسبونمش به قبلی. اینجا تو آهنگ خب آره یه در حد مثلا چند میلی ثانیه پرش داریم که کاملا طبیعیه چون بخشی از آهنگ رو جدا کردیم، اما همین کار باعث میشه که الگوریتم اینستاگرام گیج بشه، تا 6 7 ثانیه آهنگ اصلیه یهو میپره میره دوباره مثلا روی یه تیکه دیگه، اون وسط اختلال ایجاد میکنه و باعث میشه که اینستاگرام متوجه نشه که شما از چه آهنگی استفاده کردید و نتونه بهش کپی رایت بزنه. باز دوباره اگر آهنگتون طولانیه، استوری یا پستتون طولانیه، حواستون باشه از اینجایی که شروع کردید مثلا 6 ثانیه است، تا قبل از 8 ثانیه بعدی آهنگ رو در واقع یه کات دیگه ریز بزنید، از وسطش یه تیکه مویی جدا بکنید. یه ذره خب معلومه تاثیر داره روی آهنگ و شاید اون زیبایی آهنگ از دست بره، اما دیگه در واقع ما میخواییم کپی رایت رو به هر قیمتی که شده دور بزنید. این روش رو تست بکنید و حتما به علاوه روش قبلی تست بکنید، نظراتتون رو بگید ببینید کدوم روش برای شما جواب میده. برای من روش اولی جواب داد، هنوز به این نرسیدم، ولی این هم میتونه گزینه مفیدی باشه و میتونه که کاربردی باشه واسمون. حالا یه وقتی هم هستش که شما میگید که آقا من اصلا نمیخوام ریسک بکنم، حوصله این کارا رو هم ندارم، میخوام قبل از این که یه آهنگی رو بذارم رو ویدیوم چک کنم ببینم کپی رایت داره یا نه. یه سایتی هست به نام ایپروفز، لینکش رو گذاشتم توی دیسکریپشن و کپشن، روی ویدیو هم میاد. وارد سایت که میشید یه باکسی واسهتون میاره که توش سرچ میکنید، آهنگ‌های ایرانی هم هستش توی دیتابیس این سایت. من به دلیل اینکه قبل از ضبط این ویدیو چند تاشو تست کردم، چند تا موزیک رو که ببینم چه درس نتایجی رو برام میاره، الان متاسفانه دیلی لیمیت من فعال شده، یعنی 3-4 تا آهنگو بیشتر نمیتونید در طول روز چک بکنید برای کپی رایت، که خب یکی از درس اتفاقاتی که توی سایت های رایگان میفته همینه که شما رو محدودتون میکنه. اما به محض اینکه شما مثلا اینجا عبور محسن یگانه رو من می‌خواستم سرچ بکنم که اجازه بهم نداد دیگه، حالا پایینش هم نوشته عبور رو که مثلا بزنم قطعا یه آهنگ کپی رایت داره، برای من میاد مینویسه که درآمدزایی این آهنگ قطعا یه علامت دلاره روش قرمز زده شده، نوشته که این آهنگ کپی رایت داره نمیتونید ازش استفاده بکنید. یه سری آهنگ‌های دیگه هم هست که باید تست بکنید، آزمون و خطا باید بکنید. اینجا که سرچشون بکنید میاد می‌نویسه که نه این آهنگ کپی رایت فریه، شما میتونید به راحتی استفادهش بکنید، حتی میتونید با یک افزونه یا به واسطه یک سایت این آهنگا رو از تو خود همین سایت هم دانلودشون بکنید، که سایت هر هم من باز توی دیسکریپشن و کپشن براتون گذاشتم. چک بکنید، یه سری از آهنگا رو میتونید به راحتی استفاده بکنید، یه سریاشون نیازه که یک متن کوچیکی رو در مورد اون هنرمندش یا سازنده‌اش و خواننده‌اش بذارید توی کپشن یا دیسکریپشنتون، و یکی از این سه حالت دیگه، یا نمیتونید استفاده کنید، یا راحت میتونید استفاده کنید، یا نیازه که یه چیزی در موردش بذارید. خب اینم از این، امیدوارم که این طرفم به دردتون خورده باشه. اگر که براتون کاربردی بود حتما نظرتون توی کامنت ها بنویسید و این پست رو از تو استوری بکنید اگر از اینستاگرام میبینید. اگر هم از یوتیوب میبینید و هنوز توی کانال جوین نشدید، خوشحالم میکنید که داخل کانال جوین بشید، دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله بغلش رو فعال بکنید، روی آل بذارید که هر محتوایی میذارم برای شما نوتیفیکیشنش بیاد و به خانواده 3000 خورده نفری ما هم اضافه بشید، خوشحال میشم. یه بنده خدایی هم بود چند وقت پیش در مورد کپی رایت یه ویدیویی ساخته بود و درس نساخته بود، یه ویدیو ساخته بود میگفتش که اگر میخواید بهتون یاد بدم که چطوری کپی رایت رو دور بزنید این پست رو بعد از تو استوری کنید. حالا نمیخوام مستقیم اسم ببرم، قطعا میدونید کیه، اگر هم نمیدونید یه سرچ بکنید متوجه میشید. بعد یه ده چند ده هزار نفره استوریش کردن اون پست رو و در آخر اومد و گفتش که از کتابخونه‌های رایگان ساوند کالکشن فیسبوک استفاده کنید. هر جا هستی موفق باشی و نان پدر و اون شیر مادر و اینا حلالت باشه. مخلصم، تا ویدیوهای بعدی میبینمتون، خدا نگهدار.